با رشد شما مردم سرسپرده اهل بیت پیغمبر همه توطئه‌ها خونسا شد و همه نقشه ها نقشه بر آب شد. دو سه روز گذشته یه اطلاعیه رو به صورت شبنامه توی این شهر پخش کردن، تو خانه ها ریختن و احیانا به دست افراد هم با احتیاط دادن و چون ممکن است این اطلاعیه مسئله ساز بشود در مسائل خاص انتظامی شهر و کشور، من لازم دیدم در نماز جمعه مطرح کنم. اطلاعیه نشر فتاوای مراجع تقلید درباره مسئله قمحزنی هست و عنوان اطلاعیه هم خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان درد دل با رهبر. ببینید عزیزان، اولا مراجع تقلید روی سر ما جا دارن، خاک پای مراجع تقلید توجیهای چشم ما هست. مراجع تقلید حجدهای امام زمان علیه السلام هستند و امناء وجود اقدس بقیت الله هم و فتاوای اونها هم دقیقا منطبق با تکلیف خاص شرعی ما هست، قابل ترد و نقد و رد و چون و چرا اصلا نیست. وجود اقدس بقیت الله فرمودن الرد علیهم کالرد علینا، اینا رو هر کی رد کند ما رو رد کرده. در این مسئله بحثی نیست. در مسئله قمحزنی هم به عنوان یک عمل فی حد ذاته از نظر تحقیقات فقهی این مسئله هم یه مسئله مشخصی است. علا ای حالین هر حرکتی که بدن بدن ضرر نزند و زیان موجب هلاک نشود این عمل شرعا جایزه. مسئله قمحزنی هم با این کیفیتی که انجام میگیره به اون صورت شاخصینی خاص به صورتی اجرا میشود که استخوان سر را نمیشکند، فقط پوست سر رو مجروح میکند و چون ضرر به اون شکل نداره که استخوان سر رو بشکند، طبیعتا به عنوان یک عمل فی حد ذاته اشکالی نداره و مباحه. و هر عمل مباحی هم که در تولید شور حسینی نقش داشته باشد با این که دارای رجحان می شود و راجح پیدا می کند به عنوان تولید شور حسینی، که عمل مباح میشه مستحب، ثوابم برش مترتبه. یه قاعده فقهی قضیه. همه مراجع از مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی و استاد الفقها مرحوم میرزای نایینی اعلی الله مقامه الشریف تا مراجع زنده ما اگر فتوا به اباحه جواز استحباب دادن بر حسب این قاعده است، هم قاعده فقهی اقتضا می کند و هم فتاوای فقها ما علی القاعده است. اما امروز مسئله صورت دیگه پیدا کرده. ببینید عزیزان، فتوای همه مراجع و از فتوای مراجع بالاتر فتوای زین العابدین علیه السلام و نص صریح روایت این است که هر عمل مباح جایز مستحب که موجب وهن اسلام بشود این حرام خواهد بود. وجود اقدس امام چهارم علیه السلام در اون حدیث فرمودن حببونا الی الناس ولا تبغضونا، مردم رو نسبت به ما دوست کنید، محبت ما رو در مردم ایجاد کنید، بغض و نفرت برای ما تو دل مردم به وجود نیارید. یعنی از هر فتوای بالاتر نفس صریح فرمایش امام جارمه. ببینید عزیزان، امروز مسئله قمحزنی یه چیز دیگه است، عنوان دیگه پیدا کرده. شما در بسیاری از سایت ها وقتی سرکشی می کنید شیعه رو نوشته
مقابلش دو تا نقطه گذاشته به عنوان معنای شیعه نمایه قمه زنی رو نشان میده. این سایت ها برید نگاه کنید. این پاپ ملعون بندیکت 16 که پیغمبر اسلام را به عنوان پیغمبر خشونت معرفی میکند و میگه مکتبش مکتب خشونته، استدلال و استنادشون به مسئله قمه زنیه. این قمه زنی مجاز مباح مستحب بر اساس فتاوای فقها و مراجع امروز به این صورت در آمده که ابزار شده دشمن استناد کند بر خشونت پیغمبر اکرم. آیا جایزه با این دست قمه زدن؟ این تنها نظر شخصی نیست، وقت کنارشم یه فتوا داریم از یه مرجعی که به عنوان رهبر حاکم شرع مبسوط الید جهان اسلام است و ولی امر مسلمین است و ولایت او را همه مراجع پذیرفتن و این مرجع فتوای صریح میده این کار حرامه. او مقام معظم رهبری و در این فتاوایی هم که شما منتشر کردید، اولا از مراجع زنده فتوای مرحوم آیت الله العظما حاجی جواد تبریزی که تازه به رحمت خدا رفتن، مربوط به 17 سال پیشه. فتوای آیت الله العظما وحید خراسانی مربوط به 17 سال قبله. از همه این فتاوا نزدیکترش فتوای آیت الله العظما جناب آقای صافی هست که مربوط به 7 سال گذشته است، مربوط به الان نیست. و فتاوای دیگه همه قبل از اینه. فتوای آیت الله العظما سیستانی مال 14 سال پیش در این فتاوای جمعه منتشر کردید. و یه آقای دکتر استاد دانشگاه خودش استفتاش رو من نشون داد، گفت من مقلد آیت الله العظما آقای سیستانی هستم، استفتا کردم از استفتاشم استفتاش خودش نشون داد که آقا من مقلد شمایم در مسائل اجتماعی در ایران چه کنم؟ ایشون مرقوم فرمودن مقلد هر چه هستی در مسائل اجتماعی همه باید پیرو رهبر باشن، با اون چه نظر و فتوای مقام معظم رهبریش باید اجرا بشه. گذشته از اینها در فتوای دو مرجع، یکی آیت الله العظما جناب آقای بهجت، ایشون تصریح می‌فرمایند اگر مطابق با تقیه نباشد جایز نیست. تقیه یعنی چه؟ تقیه یعنی ترس که نیست، تقیه حفظ مصلحت اسلام. آیا این مطابق با مصلحت اسلامه که پاپ بیاد این رو سند کنه برای خشونت پیغمبر؟ ایشون تصریح میکنه در فتواشون. یکی هم حضرت آیت الله العظما جناب آقای فاضل، ایشون هم در فتواشون میفرمایند که این اعمال موجب حزن و اندوه نمیشود، بهترین از کاری رو بکنید که حزن و اندوه مردم تهییج بشه. اصلا نهی میکنه از این کار. خب این هم مراجع زنده چرا کارا میکنید؟ من نمیخوام متهم کنم بگم کسانی که اطلاعات پخش کردن عوامل اجنبی ان. من اینا رو متهم نمیکنم، شاید انگیزه عشق به سید الشهدا داشتن، احساسات شور و حسینی هم که داشتن این رو منتشر کردن. اما عزیزان این عمل در راستای منافع دشمنه. دشمن برنامه برای ما چیده تا سال 2010 عاشورای ما رو به این صورت در بیاره. آقا تو شهر تهران شب 11 محرم حسین پارتی را میندازن دخترها و پسرهای هرزه. دشمن داره خرجشو میده، داره سرمایه‌گذاری میکنه. آخه عزیز من چرا این کارا میکنید؟ آیا عشق به امام حسین به امام حسین براندازی کنه؟ شما رو به خدا روی کره زمین امروز امام حسین عظمتی عزتی در عرصه سیاست جهان جز این نظامی دارد که این نظام در پایه خون ابی عبدالله بنیان شده. شما به اسم عشق به امام حسین و امام حسین براندازی کنید؟ میخواید عاشورا رو از بین ببرید؟ میخواید نقشه دشمن رو تو عاشورا اجرا کنید؟ آخه میدونی داری چه میکنید؟ برادران خواهران امام حسین عاشق میخواد، اما هم عاشق میخواد هم عاقل.
عاشق عاقل لازم داره، عاشق دیوونه نمیخواد. این شعرهای کرم رو بذارید کنار، دیوونه حسینم، امام حسین دوباره دیوونه نبود، یه آدم دیوونه امام حسین تو کربلا نیاورد. همه این عاشق عاقل بودن. بچه 3 ساله امام حسین عقلی که داشت دنیا رو تکون میده. آقا این بچه 3 ساله بدن پاره پاره یه بدر استخونهای خود شده بابا رو میبینه قش نمیکنه، از حال نمیره، دیوونه بازی در عاقلانه برخورد میکند. حتی از اصول اولیه عقل و ادب رو رعایت میکنه. اول از خودش نمیگه بابا دیشب زیر بوته یه خار خوابیدم، نمیگه بابا دیشب بستر من خاک کربلا شد، نمیگه منو سیدی زدن، نمیگه خیمه با آتش زدن. اولی دست های کوچیکشو میگذاره رو رگهای بریده یه گردن بابا، ابدا من لبی قد تعبریده سکون میده دشمنو، دشمنو چنان زیر رو میکند حتی بچت کل صدیق معدوم. عمر سعد به صورت هر فرمانده نگاه کرد، بگه برای بچه رو بلند کن، دید به پهنای صورتش داره عشق میریزه، یه بچه 3 ساله کربلای حسینه. به موضوع یه دیوونه کربلا نیاورد، همه عاقل بودن. به سید الشهدا عاشق عاقل میخواد، عاشق دیوونه نمیطلبد، عاشقی که دنیا رو نشناسد، عاشقی که دشمن نشناسد، عاشقی که جریان شناس نباشد، عاشقی که نفهمیده نسنجیده حساب نشده به اسم عشق امام حسین امام حسین رو براندازی کند. یه عاشق از صد تا دشمن و از صد تا یزید و از صد تا عمر سعد برای امام حسین ضررش بیشتره و بدتری عاشق. خدایا به مظلومیت علی عبدالله علیه السلام قسمت میدهیم، گزند و آسیب و آفت دشمنان ولایت سید الشهدا علیه السلام را از عاشورای حسینی کم و کوتاه بفرمایید.